درود عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. اسم ویدیو رو خوندین، در مورد ویروس کرونا. من دکتر نیستم، در موردش هم اطلاعات زیادی ندارم. این چیزایی که میخوام خدمتتون عرض کنم از طریق چند تا وبسایت و منبع معتبر انگلیسی و فارسی زبون خوندم که میخوام بهتون بگم که شما هم در جریان قرار بگیرید. یا یک چیز دیگه ای رو بهش بست میدم و ویدیو رو تمام میکنیم. موضوع اول این که این ویروس بله خطرناک هست، ولی فقط یک نمونش در آلمان تا حالا دیده شده. ولی چه بهتر که آدم حواسش بیشتر باشه، پیشگیری بیشتری بکنه. به گفته این پزشکای که در مورد این قضیه تحقیق کردن، با یک سری نشانه های این بیماری خودشون نشون میده مسلماً، مثل تب، تنگی نفس، درد عضلات و سردرد که خیلی راحت مشخص شما میتونید ببینید حتی شبیه سرماخوردگی یا آنفولانزا است، به خاطر که ویروس شبیه ویروس آنفولانزایی هست. و اگر از چند روز اخیر تب و سردرد و اینجور چیزا دارین، تب نه ولی سردرد و درد عضلانی، سریع ترس به دلتون راه ندین که همچین مریضی ممکنه گرفته باشین. و اینکه نمیخوام ترس برافکنی کنم، ابدا همچین کاری رو دوست ندارم انجام بدم، ولی تب کلا یک بیماری خطرناک است، یک نشونه خطرناک است. اگر تب دارین و تب طولانی دارین میتونید به پزشک مراجعه کنید. و همینطور اینکه این بیماری یک بیماری عفونی است که در اصل از طریق تنفس هست که انتقال پیدا میکنه، یعنی اینکه کسی که این مریضی رو داشته باشه، مثل آنفولانزا، مثل سرماخوردگی، اگر عطسه کنه یا توی دستش حتی عطسه کنه و به جایی بزنه و نفر دوم به اون جسم دست بزنه و اون رو استنشاق کنه، به دهنش نزدیک کنه یا به چشمش، میتونه ویروس رو به بدنش منتقل کنه. پس تنها راه ساده‌ای که براش وجود داره که حواستون باشه برای سلامتیتون این هست که دست و صورتتون رو چند بار در روز با آب سرد و صابون بشویید. کاری که من همیشه میکنم و بهتون میخوام توصیه کنم که انجام بدید این هست که من حتی الامکان توی اتوبوس و توی قطار به میله ها ترجیحاً دست نمیزنم، به روی دکمه دست نمیزنم یا ترجیحاً حتی نمیشینم. اگر لازم باشه اینجوری دستم رو تکیه میدم و اون میله ها رو میگیرم، یا اینجوری حلقه میکنم میله رو میگیرم، یا تکیه میدم به یک دیواره ای، میله ای، صندلی، چیزی که مجبور نباشم دستم رو بگیرم، یا حتی دستکش دستم میکنم تو این فصل سرما. اون کلید دکمه در باز کردن رو من هیچ وقت با نوک انگشتم فشار نمیدم، اینجوری دستم رو برمیگردونم با اینجای انگشتم فشار میدم و در رو باز میکنم، چون اینجا جایی نیست که غالبا با دهن و چشم آدم در ارتباط باشه. و همینطور همونجور گفتم نمیشینم و الان به محض که اومدم دستم رو شستم. و این چیزها رو میتونید مراعات کنید تا یه وقت خدا نکرده مریض نشید. یه سوالی پرسیده بودن که خیلی توی اخبارها بود که آیا ماسک باید بزنیم یا نه، و جواب دکترها این بود که نه، ماسک زدن کمکی به عدم ابتلا به این بیماری نمیکنه. مجددا میگم من دکتر نیستم و به هر حال همیشه یک سری انتقادات و نظرات هست، اصلا هم ادای دکترها رو در نمیارم و سعیم نمیکنم سر هر موضوع یه ویدیو بسازم که بخوام یک نظری به خودم جلب کنم. خیر، فقط از سر اینکه دوست دارم حالا که اینقدر افرادی هستن که حالا ویدیوهای منو ممکنه ببینن، تا اونجایی که میتونم بهشون خدمت کنم و همین و بس. شب خوبی براتون آرزو میکنم. بدرود، تندرست باشید، خداحافظ.